فراخوان گروه بین المللی همکاری برای حقوق بشر و گروه وکلای دموکراتیک ایتالیا به دبیر کل ملل متحد برای آزادی 7 گروگان ربوده شده از اشرف. هر اتفاقی که برای گروگانهای اشرف بیفتد، ایالات متحده و سازمان ملل مسئول هستند و باید با دخالت فوری موجب آزادی آنها شوند. تأکید بر ضرورت اقدام اضطراری. گروه وکلای دموکراتیک ایتالیا به ریاست فابیو مارچلی و گروه بین المللی همکاری برای فرهنگ حقوق بشر طی نامه‌های جداگانه‌ای به بانکیمون دبیر کل ملل متحد خواستار مداخله فوری سازمان ملل برای آزادی 7 گروگان اشرفی شدند. در این نامه‌ها آمده است: سرنوشت 7 ساکن ربوده شده در جریان حمله به اشرف همچنان مایه نگرانی زیاد ماست. در نامه 19 سپتامبر کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و امنیت تصریح کرد، دلایلی وجود دارند که مطمئن بشویم این افراد در نزدیکی بغداد زندانی هستند و در معرض خطر انتقال به ایران قرار دارند. این امکان وجود دارد که دولت عراق قصد داشته باشد آنها را به ایران مسترد کند که منجر به شکنجه و اعدام آنها خواهد شد. ایالات متحده و سازمان ملل مستقیماً مسئول هر اتفاقی که برای آنها بیفتد هستند و باید با دخالت فوری موجب آزادی آنها بشوند. دولت عراق باید به خاطر کشتار 52 تن از ساکنان بیگناه اشرف مورد حسابرسی قرار گیرد. جامعه بین المللی مکلف است کلیه اقدامات لازم را به کار گیرد تا دولت عراق را وادار به آزادی فوری 7 گروگان ربوده شده کند. این گروگان ها باید بدون درنگ آزاد شوند و لازم است عاملان این حمله در مقابل عدالت قرار بگیرند. علاوه بر این، تنها با مستقر کردن حافظان صلح سازمان ملل و تیم ناظر آن در لیبرتی است که می توانیم از امنیت ساکنان کمپ مطمئن شویم. در انتظار اقدام فوری شما در این موضوع انسان دوستانه برای نجات جان 7 گروگان اشرف هستیم. ما معتقدیم سکوت در این باره به منزله چراغ سبز برای خونریزی بیشتر خواهد بود.